ماجراجویی هسته‌ای. خامنه‌ای باید محاکمه شود. ایران پرس نیوز. حنیف حیدرنژاد، فعال حقوق بشر و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان، در تحلیلی می نویسد تنها حاصل سیاست‌های هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی نابودی منابع انسانی و اقتصادی و منابع طبیعی کشور و انزوا و به عقب راندن ایران در عرصه پیشرفت‌های جهانی برای چندین دهه بوده است. مسئولیت اصلی این همه بر عهده علی خامنه‌ای رهبر این نظام می باشد. وی می نویسد جزئیات منتشر شده تفاهم نامه و لحن تحقیرآمیز رئیس جمهوری امریکا خطاب به ایران در همان روز انتشار این تفاهم نامه و تفاوت‌های ترجمه متن فارسی منتشر شده توسط منابع مختلف در ایران همه و همه نشان می‌دهد که رهبر جمهوری اسلامی ادامه موجودیت نظامش را در خطر جدی دیده که حاضر به تن دادن به چنین تحقیر و توسری شده است. در همین حال رژیم ایران تلاش دارد تا در بوغ‌های تبلیغاتیش به دروغ پراکنی این شکست خفتبار خود را پرده پوشی کرده و آن را پیروزی جا بزند. وی می نویسد چرا رهبران جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته چند ده و یا چند صد میلیارد دلار از دارایی‌های مردم ایران را از طریق کانال‌های رسمی یا واسطه برای پروژه‌های مختلف هسته‌ای هزینه کردند، در حالی که اکنون و بعد از این همه سال بر تعلیق و یا توقف بخش‌هایی از آن تن داده‌اند. چرا رهبران جمهوری اسلامی آنچه را که امروز امضا کردند 12 سال پیش امضا نکردند تا زودتر مانع تلفات انسانی و نابودی اقتصاد و صنعت کشور گردند؟ تحریم‌های مختلف مربوط به پروژه‌های هسته‌ای چه ضررهایی بر اقتصاد و صنعت و سیستم بانکی و ساختارهای زیربنایی کشور وارد نموده است؟ چه تعداد از مردم ایران به دلیل تحریم‌های مستقیم یا غیر مستقیم آسیب دیدند؟ فراتر از آسیب‌های مالی و مادی، تأثیرات این تحریم‌ها بر سلامت جسم و روان شهروندان ایرانی چه بوده است؟ چه تعداد از مردم به خاطر گران شدن یا کمبود دارو و امکانات پزشکی فوت کردند یا برای همیشه به بیماری‌های دردآور دچار شدند؟ چه تعداد از پدران و مادران سالمند؟ و آخرین فرصت برای مسافرت به خارج از ایران و دیدن عزیزانشان را با خود به گور بردند؟ چه تعداد از دانشجویان ایرانی در خارج ایران مجبور به ترک تحصیل شدند؟ اعتبار ایرانیان به خاطر سیاست و رفتارهای تروریستی و جنگ طلبانی رژیم حاکم تا کجا نزد جهانیان آسیب دید؟ از بابت همه این تحریم‌ها چه کسانی در ایران به ثروت‌های میلیونی رسیدند؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر. وی در ادامه می‌نویسد رژیم جمهوری اسلامی دشمن اصلی منافع ملی ایران و ایرانیان است. عقب نشینی رهبران این رژیم نه به خاطر منافع ملی ایران و نگرانی از فشارهایی که بر مردم وارد می‌شود، بلکه بدان خاطر است که دسترسی آنها به منابع مالی لازم برای اهداف سرکوبگرانه در داخل کشور و اهداف جنگ طلبانه در خارج کشور محدود شده است. تنها حاصل سیاست‌های هسته‌ای این رژیم نابودی منابع انسانی و اقتصادی و منابع طبیعی کشور و انزوا و به عقب راندن ایران در عرصه پیشرفت جهانی برای چندین دهه بوده است.
مسئولیت اصلی این همه بر عهده علی خامنه‌ای رهبر این نظام می باشد. وی در پایان می نویسد روشن شد تنها زبانی که رژیم حاکم بر ایران می فهمد زبان زور است. تحریم های اقتصادی و بانکی نشان داد که وقتی حاکمان کشور از دسترسی به منابع مالی محروم شوند، برای حفظ تمامیت نظام خود حاضر به گفتگو با شیطان بزرگ هم خواهند بود. وقتی پای حفظ نظام در میان باشد، آنها دیگر هیچ اصولی را که مدعیان بودند نمی شناسند.